دوستان عزیز خوش اومدید. امروز جمع شدیم اینجا به دعوت کارزار جهانی نه به اعدام در ایران. جمع شدیم در اعتراض به حکم ظالمانه و جنایتکارانه ای که جمهوری اسلامی برای توماج دیرو صادر کرد. همونطور که میدونید توماج صالحی خواننده مردمی، رپری که نماینده و صدای همه ما هست، نماینده و صدای انقلاب زن، زندگی، آزادی است، صدای کارگران، صدای دانشجویان، صدای معلمان، پرستاران، سالخوردگان، کامیونداران، دانشجویان و صدای همه مردمی است که علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بلند شدن و تا سرنگونی کامل این رژیم دست از مبارزه بر نمی‌دارن. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی میخواد ترس و رعب ایجاد بکنه و فکر میکنه که با این کارا مردم عقب نشینی میکنه. یک سال و نیم پیش مهسا ژینا امینی را رژیم به خاطر بدحجابی کشت، ولی الان مردم ایران سنگر بی‌حجابی را فتح کردن و این خاکریز را به هیچ وجه به رژیم پس نمیدن. رژیم فکر میکرد با این زن آزاری های اخیر میتونه باز دوباره این سنگر را از مردم بگیره، ولی کور خونده بود. دیدیم بعد از 6 روز خامنه ای رسما گفت ما منظورمون این نبوده که چه از این غلط هایی که همیشه میکنن. مردم ایران عزمشون رو جذب کردن، به ویژه از یک سال و نیم پیش در انقلاب زن، زندگی، آزادی که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی مبارزشون ادامه بدن. و توماج یکی از نمایندگان مبارز انقلابی، سازش ناپذیر، مردمی و نماینده این انقلاب است. همونطور که سپیده اولیان وقتی از زندان آزاد شد نه تنها سازش نکرد، همون دم در زندان گفت خامنه ی ضحاک میکشیم زیر خاک. توماج هنوز 2 هفته نبود که آزاد شده بود، باز افشا کرد از جنایات جمهوری اسلامی و به همین دلیل گرفتنش. توماج سر سازش با جمهوری اسلامی نداره، همونطور که این انقلاب سر سازش با جمهوری اسلامی نداره. ما تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی در کنار مردم هستیم و در کنار توماج و توماج هستیم. دوستان مایک اینجا باز است، هر کس میخواد میتونه چند دقیقه اعتراض خودش را علیه جمهوری اسلامی و علیه زن آزاری، علیه کودک آزاری و علیه کل جنایات جمهوری اسلامی در 45 سال گذشته اینجا صحبتش را بکنه. و امروز فوکاسمون توماج و توماج ها هستن، ولی اخیرا دیدید که زن آزاری، زن ستیزی جمهوری اسلامی تو 1-2 هفته گذشته رژیم میخواست همونطور گفتم اون سنگر بی‌حجابی را پس بگیره، ولی کور خونده بود.